تلویزیون دولتی ایران بخشهایی از راهپیمایی‌های مخالفان دولت را پخش کرد که بیشتر تخریب اموال عمومی را نشان می‌داد تا راهپیمایی معترضان را. کسانی که در این درگیری‌ها حضور داشتند، آشوبگر و فرصت طلب نامیده شدند. آن تصاویر و بعد از آن هم جملاتی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در سخنان خود از عبارت خس و خاشاک استفاده کرده بود به موج گسترده تری از راهپیمایی ها دامن زد. در یکی دو روز اخیر رادیو و تلویزیون دولتی ایران تلاش می کند حساب راهپیمایان را از کسانی که آشوبگر می نامد جدا کند. از دید صدا و سیمای ایران آشوبگرها آن آدم‌هایی هستند که وارد خانه‌های مردم شدند و به اتومبیل‌هایشان آسیب رساندند یا وارد دانشگاه‌ها شدند و دانشجوها را کتک زدند. کسانی که دشمن هدایتشان می‌کند. ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی شاهد تلاش دشمنان برای دخالت در امور داخلی خود به عناوین مختلف و با نقاب‌های فریبنده بوده است. و از همین نگاه مردم آن 40 میلیون نفری هستند که به پای صندوق‌های رأی رفتند و با حضور خود یک بار دیگر نظام جمهوری اسلامی را تایید کردند. در این بین آنچه از نگاه صدا و سیما کم و بیش دور مانده آن صدها هزار نفری هستند که با مچبندها و پرچم‌های سبز گاه از میدان انقلاب تا میدان آزادی راهپیمایی کردند و گاه سیاه‌پوش در میدان امام خمینی تهران و دیگر شهرهای ایران جمع شدند. دو نامزد اصلاح طلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفتند پوشش خبری رادیو و تلویزیون ایران مردم را ناچار کرده به شبکه‌های خبری خارج از کشور رو بیاورند. آنها از شبکه دولتی ایران خواستند تا صدای آنها را هم منتشر کند. برمک بهره‌مند، بی بی سی.